کارگاه خیاطی ریاست تنظیف شارولی کابل به همکاری پروژه حمایت از شارولی کابل با 36 قلم مواد و وسایل جدید به ارزش بیش از 1 میلیون افغانی مجهز شد. این مواد با حضور مولوی حبیب الرحمن منصور معین امور اجتماعی و کلتوری شارولی کابل توسط خوشحال بشر دوست رئیس پروژه حمایت به مولوی سعدالله عثمانی رئیس تنظیف شارولی کابل تسلیم داده شد. معین امور اجتماعی و کلتوری شارولی کابل از همکاری پروژه حمایت قدردانی کرده و مسئولان تأکید کرد که از این وسایل به گونه درست و مؤثر استفاده گردد. نن هغه خیاط خانه چې د اورفای ټولنه د کابل شهروالۍ د همکاري پروژه محترم رئیس صاحب کوم اجناس ریاست تنظیف ته سپارلې دي او د هغه دلته چې اوس کوم خدمات موږ ورته په اراده لرو دلته به کوم خدمتونه کېږي دغه د افتتاح مراسم دي. هیله مو ده د تنظیف د ریاست د محترم رئیس صاحب نه چې په دو کې پوره خلوص او صداقت او دیانت وکوي. پیغمبر علیه السلام وی هغه کس کامل مؤمن نه دی چې په امانت کې خیانت کوي. دا امانت دی، تر اوسه امانت و د بشردوست صاحب سره، اوس د هغه نه دا امانت نقل شو و رئیس د ریاست تنظیف محترم رئیس صاحب ته. دا یو امانت دی، یوازې نه ده چې فقط ساعتی به یې د دې نه به استفاده کوي، کار به یې ځنې اخلي او خدمت به ورباندې کوي. 36 قلم مواد و وسایل شامل ماشین های خیاطی، چوکی، ماشین میاری برش، تکه لباس و دیگر ابزار مورد نیاز این کارگاه می شود. کارگاه خیاطی ریاست تنظیف با داشتن 54 تن کارکن برای دوخت لباس های پرسنل تنظیفی، ترپال های وسایل کثافت بر، بیرق، لباس تشریفات و دیگر موارد مرتبط فعالیت می کند. شپک دیش قلم د خیاطی اجناس دی چې په هغه کې د خیاطی ماشینونه دي مختلف نوع 2200 کیلوګرام رختونه دي. د برشکاری ماشین دی، معیاري ماشین دی، د رختونو د غوڅولو یا برشکاری 40 عدد چوکۍ دي او نور غټ او واړه څومره لوازم چې د خیاطی د وړې کارګاه یا د کارخانې لپاره لازم دي هغه ټول د اروپایی اتحادیه د دفتر په مالی مرسته چې تقریبا په میلیونه افغانۍ کېږي نن رسمن ستاسو محترم په حضور او د رئیس صاحبانو په حضور باندې د کابل ښاروالۍ د تنظیف محترم ریاست ته تسلیم شو. هیله مند یو چې د کابل ښاروالۍ په ټوله کې او د تنظیف محترم ریاست همکاران او کارکوونکي د نوموړي وسایلونه په احسنه او ښه طریقه استفاده وکړي او د دې په روزمره چارو کې بهبود، پرمختګ او زیاتوالی راشي. چون دا وسایل چې دي د پرمختللي ټکنالوژۍ وسایل دي، نوي دي او منظم هر څه ورته خریداري شوي دي او هر څه تنظیم دي. ټوله مکمله کارګاه موږ دې ته تسلیم کړی دی جناب معین صاحب. خیاطخانه ریاست تنظیف 35 سال قبل ایجاد شده با کمیت پرسنل 54 نفر که 37 نفر از این طبقه اوناس است، 17 نفر از این طبقه ذکور که ذکور از این در مسائل قیچیکاری و تاپاکاری ها مصروف هستند. از این موضوع استفاده که میشه تقریبا سالانه 6200 جور دریشی برای ریاست تنظیف که 3600 زمستانی و 3600 تابستانی می باشه می دوزن. همچنان تقریبا 800 یور دریشی لامه به خود مرکز شهروالی کابل خیاطا می دوزن و همچنان نظر به تکه هایی که بشر دوست به ریاست تنظیف لطف کردن تقریبا اضافه تر از 150 عدد موتری که ما داریم کثافات انتقال میتن به زیاد ترپال دادن که یا وقتی که یا کثافات انتقال میتن طرف گزک دوم ای باید در سرکا کثیف نشه. همچنان اینجا بیرقایی که در به امارت اسلامی به سایزهای مختلف 2 متره، 3 متره، 2.5 متره، 1 متره و همچنان بیرقای سرمیزی جا
چیز میشه که تقریبا 6-7000 سالانه ازی دخت میشه، خصوصا در این لوی جرگه که دایر شد در سال روان اضافه تر از 7000 چیز بیرق این خیاطخانه آماده ساخت و در زم دریشی های چیز هم در اینجا تشریفاتی و همچنان ترپاله که به این موتورا ازی استفاده میشه. این طبقه و ناسی که اینجا هستن البته نظر به مون چیز ریاست تنظیف مطلق رایشان علای دسته، مدیریت شام از جانب طبقه و ناس است، تشنابشان علای دست که رئیس ها بلفت کردن اینجا بر از یا علای ده ساختمان تیار کردن او صرف دیسه مردانش که 10 نفر است اونا هم چیز هستن علای دستن اینجا هیچ مداخله ندارن، اما نمونای بیرقای کست و دیشه که ساختیم کلش اینجا موجود است. از اتحادیه اروپا بسیار ما تشکری میکنیم که گرچه همین ماشینه که ما داشتیم از اثر استفاده زیاد مستعمل شده بود، تقریبا 18 پایه ماشینایی را که بر ما تحفه دادن یا بر ما لطف کردن جالی و تقریبا 35 قلم مواد اضافی هم امرایشان است، ما از یا انشالله بسیار به وجه احسن از این استفاده خواهد کردیم و از این مواظبت خواهد کردیم و نظر به قیدیت از این انشالله به اسرع وقت به اتحادیه اروپا تسلیم میکنیم. تشکر.